سلام سه شنبه و چهار شنبه و ده اردی بهشت 99 28 و 29 اپریل 2020 میلادی کمیته انضباطی دانشگاه امیر کبیر دانشجویانی رو که در سقوط هواپیما معترض بودند و اعتراض کرده بودند رو به احضار کرده در چندی پیش هم داشتیم که در آمل یازده نفر رو به اتهام اعتراض به مسئله سقوط هواپیما که تجمع جلوی مقر سپاه داشتند مجموعا به 88 ماه زندان محکوم کرد این در حالی است که از عاملین این حادثه خبری از ماها که مشون نیست و حتی بازداشت اونها هم زیر سوال آنچنان که یک نماینده مجلس گفت دانشجویان بیانیه تندی صادر کردند بیانیه‌ای که در اون این احزار رو بیشرمانه خواندند در زمان شرماور خوندن در زمان تعطیلی دانشگاه ها و سوء استفاده از مقررات انضباطی جدید برای خاموش کردن صدای دانشجویان در همین حال آقای اسماعیل عبدی فعال سنفی معلمان رو هم احضار کردند روانه زندان کردند و همینطور محمد حبیبی دیگر فعال معلمین رو هم از کار اخراج کردند هشتاد تشکل و سندیکای ایرانی و بین المللی مشترکن بیانی رو امضا کردند و در اون محکوم کردند این بازداشت و اخراج رو و خواستار آزادی تمام سندیکالیست ها و فعالین حقوق کارگران فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی شدند خانم، هنگامه شهیدی هم که مرخصی کرونایی داده بودن بعد از اینکه در چند ویدئوی خیلی کوتاه از فساد در کشور و قوه قضایی صحبت کرده و توضیح داده دوباره به زندان برگردانده شده در همین حال سرتیب شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح هم خبر داده از اینکه 3600 نفر مجموعا به اتهام ایجاد شایعه در مورد کرونا بازداشت شدن که گفته برای 1136 نفر اونها پرونده قضایی درست شده و این داستان کنترل آمار و ارقام تا اونجا پیش رفته که به گفته روزنامه شرق حتی آمار مرگ رو هم مرگ و میر رو هم دیگه سازمان ثبت احوال نمیده و وقتی آقای حقشناس عضو شورای شهر تهران صحبت از این میکنه که در دو ماهه اسفند و فروردین دو ماهه گذشته بیش از ۳ سیزده هزار دفن در بهشت زهرا صورت گرفته چون آمار مرگ رو منتشر نمیکنن مبدعی پیدا نمیشه که چند نفر ممکن است کرونا مرده باشن اگرچه گفته میشه دست کم عددی بین چهار تا هفت هزار نفر فقط در بهشت زهرا در همین دو ماهه به دلیل کرونا دفن شدند و صحبت از این است که ده هزار قبر جدید آماده سازی شده در کرونا برای مرگ های پیش رو در فقط شهر تهران چرا حکومت مجموع این اخبار رو که کنار هم میگذاریم چرا حکومت چنین چهره خشن سرکوبگر و تندی رو در این شرایط دشوار اقتصادی و بیماری به مردم نشون میده و در واقع چنگ و دندون به اقشار مختلف نشون میده برای اه اه چی این کار رو میکنه اصلی ترین دلیل این است که حکومت زیر پای خودش رو شل میبینه اعتراضات رو هم در درون جامعه احساس میکنه و خبر داره که داره رشد میکنه نارضایتی ها داره شدت میگیره و هم در درون خود حکومت مسائل و سوالات زیادی مطرح شده به خصوص در مورد عمل کرده شخص آقای خامنی به همین دلیل هم روشی که بلده این است که با بالا بردن دوز سرکوب ایجاد ترس و وحشت بلکه و کنترل اخبار و غیره بلکه بتواند که از اعتراضات و شورش های پیش رو جلوگیری کند معمولا هم روش حکومت در این جور مواقع که احساس میکنه و میفهمه که در خطر قرار داره این است که همزمان مخالفین رو هم میکوبه تا به مردم به خصوص به طبقه متوسط بگه که من اگر برم آلترناتیو و جایگزینی هم ندارم از همین زاویه دستگاه های تبلیغی حکومت و یا تلویزیون های لس آنجلسی که مدت هاست پولشون حکومت میده این روزها شروع کردن به کوبیدن آقای پهلوی از یک سو و از سوی دیگه شورای مدیریت گذار و شخص آقای شریعت مداری از سوی دیگه و دستکم کم عنوان دو بخشی که می توانند در اتحاد با هم همکاری و همراهی با هم نقطه امید برای مردم باشند و این واکنش حکومت که بر شدت و نفسوده حتی سراغ فرد 92 ساله مثل آقای اردشیر زاهدی هم رفته که در واقع ضربه به آقای پهلوی بزنن از این زاویه این مجموعه است که وقتی کنار هم قرار میدیم قابل درک و فهم میشه از تاکتیک های جمهوری اسلامی و بیش از هر چیزی نشون دهنده دلواپسی آقای خامنه ای و اعوان و انصارش از بحران های پیش رو جالب خود آقای ای هم در این شرایط یاد تاریخ ایران افتاده و در توییتی عنوان کرده که خلیج فارس خانه ماست و بعد هم ما ملتی هستیم با تاریخ و قدرتمند به قول اون جمله معروف که آخرین سنگری که هر شارلاتانی پشتش قایم میشه ناسیونالیزم آقای خامنه ای تازه یاد تاریخ سابقه و پرقدرت ایران افتاده کسی که حتی اجازه نمیده مراسم بزرگ داشت برای کوروش اخامنشی بنیانگذار ایران برگزار بشه بر صورت مجموع اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم حال و روز رو بهتر میتونیم بفهمیم آقای مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا عنوان کردش امروز که پیشنویس قطنامه ای رو که در مورد تسلیح منع تسلیح صدور تسلیحات به ایران تهیه کردن به سه کشور اروپایی دادن که اونها هم نظر بدن و بعد به یازده کشور دیگه عضو شورای امنیت سازمان ملل خواهند داد قابل پیش که روسیه این قطنامه رو و تو خواهد کرد به همین دلیل امریکا دنبال گزینه های دیگه مثل برگشتن به برجام و توسط خودش مکانیزم ماشه رو به جریان انداختن رو داره بررسی میکنه آقای پومپیو عنوان کرده که در حال بررسی همه گزینه‌ها ها هستیم ولی اونچه که قطعیه گفته که امریکا اجازه نخواهد داد که ایران سلاح های متعارف بتونه بخره برای اینکه گفته بزرگترین دشمن اسرائیل و نابودی اسرائیل هم هست اما در حالی که رئیس کمیسیون طلا و جواهر و اتاق اصناف خبر داده از اینکه حجوم مردم برای فروش طلاهاشون برای گذران زندگی شدت گرفته و وضعیت که اقتصادی مردم در اخشار مختلف به خصوص اخشار توهی دست بیداد میکنه و دولت هم درها رو باز کرده که به قیمت جان مردم بلکه این اقتصاد نیمه جان تکانی بخوره که نمیخوره همینطوری آقای روحانی فرمودند که مردم برای کار ضروری از خانه خارج بشن ولی سریع برگرد به نظرم این حرفای آقای روحانی بیش از هر چیزی نشون میده ایشون هم به دنبال آقای خامنه ای کم کمک از عقل متعارف خارج شده و متوجه تناقض در حرف و گفتار و عمل خودش نیست با امید پیروزی ایران و ایرانی